ما امروز آمدیم به قلعه فتح‌الله در کابل و میخواییم امروی یک تن از نانوایی ها صحبت بکنیم، کسایی که اینجا کار میکنن، نانوا هستن، که بازار کارشان چیگونه هست، چیگونه کار میکنن، چی گفتنی و خاطرات دارن. سلام، صبحتان بخیر. سلام مغرفون، سلام صبح شما هم بخیر. یک کمک پیش اگر لطف کنین بشینین. اسمتان؟ صلاح الدین. چطور است نان فروشی بازار کارش؟ شکر الحمدلله خوب هستن. شکر الحمدلله. چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنی؟ دو سال میشه. دو سال پیش چی کار میکردی؟ دو سال پیش هم دیگه جای کار میکردی. کار در نانوایی خوب است یا در بیرون از نانوایی؟ بیرون خوب است. اینجا دیگه هوا گرم است. چرا که گرم است؟ بله. آها، از صبح تا حال چند بجه صبح کار شروع کردی؟ چند دانه نان فروختی؟ تو 4 بجه شروع کردیم، این 8 بجه وقت خلاص شدن است کار صبح. بعض دیگه کار چاشت 10 بجه شروع میشه، 12 بجه خلاص میشه. دیگه بیگاه 2 بجه شروع است تا شام خفتانه است دیگه. یک دو ساعت دیگه وقفه داری؟ دیگه 2-3 ساعت که وقفه داری باز چی کار میکنی؟ نان میخوریم، باز صبح که باز نان میخوریم، خواب میکنیم. باز چاش است، باز نور نماز میخونیم تا وضو کرده، نان میخوریم. من 2 ساعت وقت داریم وقت نماز. 2 ساعت وقفه میگیرین. اینجا شما نان جو دارین، نان که با آرد سفید پخته میشه دارین، نان روغنی و نان جواری. بیشتر مردم که میاین کدام شخ خرید میکنن؟ بیشتر همه چیزم خرید میکنن. جواری هم است، جو هم است، سبوس هم است، نان روغنی از کنجد دار، نان ساده است، آرد سفید از قزاقی است، آرد اول است. ما آرد کار میکنیم. چند 6-7 قسم نان است مردم میگیرن. صبحانه باز بیشتر کدامشه خرید میکنن؟ از طرف دیگر یا چاشت خو بیشتر یا نان سفید است؟ باش مزایم مشتری تام نشیم که نان بتی برشان. یا آرد سفید خرید میکنن یا نان جو؟ از طرف صبح بیشتر کدامشه خرید میکنن؟ چی روغنی را بیشتر زیاد میگیره از طرف صبح. بگا باز جوره چی ساده میگیره مردم. نان روغنی هم یک کمان که تغییر کرده. یک دو دانش اگه بیار اینجا که دوستان تصویر ببینن، امروش فکر کنم کنجد هم استفاده میکنن، ببینیم که چطور نان روغنی را تغییر دادن. از خودشان پرسان میکنیم چطور که نان روغنی را می شیپ بشه و ذائقهش تغییر دادین، از کنجد هم استفاده میکنین. مردم باز ایرا میخواد دیگه، باید همین قسم باشه، خوشمزه است. کنجد میزنم باز خوشمزه میآیم، مردم ایرا زیاد خوش دارن. بسیار خوب. باز قیمتش چطور است؟ قیمتش 20 روپیه است، جوره ای است. باز توقعی است، توقعی فعلا خلاص شده، جوره ای است. چی خاطره داری از همین کار نانوایی به ویژه در این 3-4 روز که خوب گرمی شده؟ والله خیلی گرم است. ایش دیگه خاطره نیست دیگه. خاطره جالب تا خیبر ما بگو. ایش خاطره ندارم. ایش از نانوایی خاطره نداری؟ نه. چی وقت شده؟ گاهی اوقات هم شده که در اینجا خودت شیشته باشی، خوب بیروبار شده باشه، کار شده درد گرفته باشه، از کار پس مانده باشی؟ خب یکان وقت میشه. به شام مشتری زیاد میآید. باز یکان وقت سر ما بیروبار میشه. یک دفعه آدم چی شده میمانه. بخیر، سلامت باشی، وقت خوش داشته باشی. بخیر باشیم، خدا نگهدارتان. سلامت و بخیر باشن. امرای اینا صحبت کردیم که دیگه سر داخل شیشته بودن، به مصطلح عامیانه میریم داخل. امرای کس صحبت میکنیم که خودش در پیش تندور کار میکنه، ببینیم که کار از او چی رقم است، چی گفتنی ها داره اینا. سلام، وقتتان بخیر. همچنان سلام بر شما، وقت شما هم بخیر، سلامت باشید. میتونین هم کارتان رو بکنین و هم امروی ما صحبت کنین که از کار پس نمانین. اسمتان؟ امرالله است. امرالله، چطور است کار نانوایی در این وقت که گرمی شده؟ حالا شغل ماست دیگه، مجبور هستیم. عادت کردی. این نانایی که خودت در تندور میزنی فعلا بر ما بگو، جورایی است، طاقعی است و چقدر از وزنش؟ این نانا جورایی است، 320 گرم وزنش است. 320 گرم است. همو وزنه که تعیین شده از طرف شهرداری همو قدر است؟ بله. باز بیشتر وقتی که خودت کار میکنی و کار برات خوشایند است کدام زمان میباشه؟ و فعلا تنورم گازی هست فکر کنم، آل برات سهولت شده یا گذشته خوب بود؟ نه، فعلا سهولت از گازی ستره است. یعنی اگر چوب میبود خاکستر داشت و آتش داخلش، اگر یک نان میافتاد دیگر نان قابل خوردن نمیبود. حال یک ذره سهولت است فضل خدا. خدا را شکر که حال سهولت است. برای ما اینه بگو که چطور واسه میفهمی که کدام نان پخته شده که امو وقت امو را بیرون بکشی از تنور؟ خ...
خب طبعا سرخ میشه، خمیر سفید میباشه. خب نه منظورم ایست که یگان تا هست نه روش تنا سرخ میشه، باز یگان تای دیگهش که هم تو خوب بفهمی که نان پخته شده از کجا میکنی؟ خب از امو رویش از امو قوارش مسلک ماست، یعنی میدین در طرف نان که سر کردی میفهم دیگه پخته شده. چند سال هستی کارو میکنی؟ ما تقریبا میشه 25 سال میشه. 25 سال میشه که کار میکنی. در 25 سال چیزا تغییر آمده در این نانبایی و تنها در این بخش تنور خودت 25 سال کار کردی؟ نه خیر، در دیگه بخشایش هم کار کردیم. یک 15 سال میشه بخش تنور کار میکنیم دیگه، قبلا به حساب راست کردنش و اینو کار میکنیم. کدام کار نانبایی آسان تر است؟ بر فعلا با ما یه دون تندور آسان تر است. خب در چند بخش خودت کار کردی، بر فعلا خویی برات آسان است، اما آسان ترین کارش از نظر کلگی کدام است؟ آسان ترین کارش، خب کارش کدامش آسان نیست. وقتی که شغلتان هر چیزی باشه در کاری که عادت کردی اونم برتان آسان تمام میشه. پیشتر دیدیم که در روی بعض نانا خودت آب هم میزدی، او را چرا آب میزنی؟ آب بخاطر از اینکه روشن میکنه نانه، وقتی که آب نزنی خیره میباشه رویش، که آب میزنین جلا میته روشن میشه نان روی نان. چی خاطره جالب داری از کار خوده؟ خاطره جالب دیگه خود زندگی کلش خاطره است. زندگی خود طبعا کلش خاطره است، اما این رو بگو که کدام خاطره جالب از همی کار خودت داشته باشی، اونم رو بر ما قصه کو، کدام وقت شده باشه که نان در تنور زده باشی، سوختانده باشی، استاد کار سرت قار شده؟ کار تو همه تو خنده داره و خیال ممی کار کردی. خب این کار خود تا عرض فضل خدا چیز نشده. چرا در کار خودم شده، ما تقریبا یکونیم همیشه خودم صاحب کار نیستم، کاروبار ندارم، در مردم کار میکنم. پیش از در مردم کار نمیکردم، خودم داشتم نان بایی. این کسب پدری از برای ما، از زیر دست پدر ما یاد گرفتیم دیگه. یکونیم همیشه حدودا دیگه در مردم کار میکنم. یکونیم ما میشه. خود نانوایی داشتی تا فعلا؟ باز چی شد؟ بله بله. سقوط کرد؟ بله بله، برشکست شد نانوایی ما. برشکست شد چرا؟ خب بعضی منطقه در این تحولات برشکست شد، بعضی منطقه یک ذره رشد کرد. خب در جای منطقهش در خیرخانه من نانوایی داشتم، یک حدودا 12 سال میشه در اوجه نانوایی داشتم، یک 6 ماه الا 5 ماه 6 ماه میشه که برشکست شد دیگه، قفلش کردیم. خودت اینجا که در بخش تنور کار میکنی، نان که وقت زمان کم میبره کدامش است؟ چون نان جواری هم دیدیم در داخل تنور هست، دورم پخته میکنی و نان روغنی هم هست. وقت زمان کم به حساب پخته کردن یا حساب که؟ حساب که همی بیخی پخته شود. زود پخته میشود اگه نان روغنی است، از کلش کده تیستر پخته میشه. کدام وقت شده که از دست نانوایی کار کرده باشی دلت همی نان رو خشک زده باشه؟ نان خوش که اصلا دل آدم ها نمیزنه. در افغانستان خوب بیخی؟ آه یکانه چیزی هست که نان از دل آدم ها نمیزنه، دیگه همه چیز دل آدم ها میزنه. آها بسیار خوب. این دیزاینی هم که میکنین باید نانا دیزاین مشخص داشته باشه یا می دیگه رواج شده؟ خب دیزاین مشخص باید داشته باشه، او تو به خواست مردم دیگه. بعد دیزاینی که مثلا ما درست میکنیم، یک نفر میه سیل میکنه کدام نانا دایج است، کدام نانا با ذهنش میشینه، با چشمش مقبول میخوره، اونم را خوش میکنه میگیره. چند رقم جور میکنیم دیگه، هر کس طبق خواست خودش میگیره. حالا چی شد یک دانه از این نانام پخته نشد؟ پخته میشه ان شاء الله. این نان جورایی است، آتش از رگ اگر بلند کنیم مغزش خام میمونه. خب در آتش بسیار کم پخته. بله بله، در آتش کم پخته میکنیم اینا، چون مغزش هم تو صحیح پخته بیاید. روزانه چند دانه نان خودت در تنور پخته میکنی؟ روزانه 2000 15 ساعت 18 ساعت در جای بستگی داره. یک نان بوی مثلا 4000 نان فروشات داره، یک نان بوی مثلا 2000 نان فروشات داره. حالا هر چی که همینجا فروشات داشته باشه در بازار سیل میکنیم، بازار بخره پخته میکنیم، نخره دیگه. اما چیزی که دمیجا خریده میشه امورا پخته میکنیم. ممنونت، سلامت باشی، وقت خوش داشت. قربان شما، سلامت باشی. خیر سلامت باشی. کوتا میریم امروی کسایی هم صحبت میکنیم که اینجا خمیر میکنن، از یک فرصت ما کم است، خیلی کوتا هم راشن صحبت میکنیم. سلام برادر، وقت بخیر. سلام علیکم، خوب هستین جان تاجو؟ ممنون. اسمتان؟ روح الله. چطور است کار وزن کردن خمیر، خود خمیر کردن؟ خود خمیرم خودت میکنی؟ بله خود خمیرم خودم میکنم. خمیرم خودت میکنی. اینجا ماشین داری، ماشین چه سهولت ایجاد کرده بر خودت؟ ماشین خوب است، یک ذره
آسان تر است دیگه صورتش. در گذشته امروی دست خمیر میکردی؟ بله امروی دست خمیر میکردم. چند ساعت او در بر میگیره فال؟ چند ساعت ماشین در بر میگیره؟ و نیم ساعت در ماشین خمیر گرفتم میتونم. در دست که خمیر میگرفتیم 40 دقیقه 50 دقیقه کار نکنیم صحیح خمیر نمیماد. خمیر ما در ماشین باز یکم زودتر میشه دیگه. خودت هم خمیر میکنی و هم خمیر امی زغاله خمیر پس وزن میکنی، کدامش بسیار سخت است بر توصله گیر است؟ والا از همه خمیر گرفتن که در همه طولش یکم حوصله گیر میکنه. خمیر و خدر خمیر خواه آسان است دیگه، یک کار میکنی دیگه زغاله را باید جور کنی. همه تحصیل ممنونت، سلامت باشی، وقت خوش داشت. زنده باشیم شما، بخیر سلامت باشی. امروز آمدیم به قلعه فتلا در یکی از نانوایی ها و خواستیم از اینجا گزارش داشته باشیم که گفتنی هایشان چی هست. تالا دوباره برمیگردیم به استودیو.